درودها بر دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزان. ادامه مطلب رو از کتاب علوم و فنون 11 میخواییم پی بگیریم. ما علوم و فنون 10 قسمت تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی مباحث جالبی رو با هم گذروندیم. درس 1 و 2 رو با هم انجام دادیم، 4 و 7 که خیلی توالی نزدیکی به هم داشت رو با هم، و درس 10 که در اصل پیش زمینه ای هست برای درس 1 از علوم و فنون 11. خب امیدوارم که همه آماده باشین با یک نیروی والا، یک انرژی بالا درس رو شروع کنیم با سبک عراقی. آغاز میکنیم. خب درس 1 ما تاریخ ادبیات فارسی قرنهای 7 و 8 و 9 رو داریم. حالا در این زمان که سبک عراقی قراره حاکم باشه، نکته های مهمش رو بررسی کنیم. عزیزان درس 1 و 4 رو با هم براتون میخوام بگم. اول نکته های مهم درس 1، چون درس 4 دوباره ادامه درس 1 هست ولی با جدا کردن قلمروها. سبک قراره که تغییر کنه در قرن 6. ما عوامل تغییر سبک رو قبلا در تاریخ ادبیات سال 10 خوندیم که به خیلی چیزا بستگی داره. عوامل سیاسی، اجتماعی، اون حکومت‌هایی که جابجا میشن، همون نکته ها دوباره در شماره 1 تکرار شده. پس عوامل سیاسی اجتماعی خیلی دخیل هست. روی کار آمدن حکومت‌های مختلف مثل سلجوقی و غزنوی، تغییر مرکز ادبی و سیاسی که از خراسان به عراق عجم آمده، فاصله گرفتن دو جریان شعری بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی و گرایش شاعران و نویسندگان به سبک عراقی. این خط آخر رو خوب توجه کنین، تو کتاب در همین حد گفته. نمیخوام بیشتر از این براتون باز کنم که ذهنتون مغشوش بشه، ولی این جزء کلمات کلیدی که توی تستا خیلی میاد، به عنوان اینکه گزینه‌ای رو درست یا نادرستش رو باید انتخاب کنین. ببینین فاصله گرفتن دو جریان شعری بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی، یعنی اینا دارن فاصله میگیرن میان برای سبک عراقی. سبک عراقی از اوایل قرن 7 تا اوایل قرن 10 300 سال سبک غالب در ادب فارسی بوده. یه مقدار نکته هایی که توضیحات کمتری نیاز داره و بیشتر به خوانش شما و تکرار شما بستگی داره رو سریعتر میذارم. خب مغولان در اوایل قرن 7 به نواحی مرزی ایران، نکته های مهم رو مشخص میکنن، حمله میکنن. آسیب هاشون که بی اندازه زیاد بوده به نظام اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی ایران. به همون نسبت هم حتی علم و فرهنگ ما، همه اینها تحت تاثیر حمله مغول ها از دست میره. دانشمندان بزرگی رو از دست میدیم، مثل نجم الدین کبری، مثل فریدالدین عطار. خیلی اینها شخصیت‌های مهمی بودن که در این جنگ از دست میرن. کمال‌الدین اسماعیل رو داشتیم، مداح جلال‌الدین خوارزمشاه بود که اون هم به دست مغولان کشته میشه. این کمال‌الدین اسماعیل یه نکته کنارش برای خودتون حتما یادداشت کنید به نام خلاق المعانی اول، یعنی کسی که در خلق معانی تازه بسیار توانمند بوده. خب توی تستا، به خصوص تستای سازمان سنجش، از این دوره‌ای که کمال‌الدین اسماعیل کشته میشه در سالش هم گاهی تغییراتی رو دادن. پس لطفاً سال رو به خاطر بسپارین، سال کشته شدنش 633 هجری قمری. و این شعر با ارزش از این قسمت که درباره این شخصیت گفته شده: کس نیست که تا بر وطن خود گرید، بر حال تباه مردم بد گرید. دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. مستفعل و فاعلات و مستفعل و فعل، مفعول و مفاعل و مفاعیل و فعل. ببین چقدر محزونه، ریتمی نشانه حزن و اندوه داره. یه نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، ردیف گریه رو ببین، قبلش قافیه ها، من اینجا رو خود خوندم اما فکر نکنین که قافیه اشتباه شده با بد نمیتونه هم قافیه بشه. یک جاهایی هستش که واو میتونه تغییر تلفظ بده و شما این خود رو به حالت خد بخونید. کس نیست که تا بر وطن خد گرید، در از همون خود بوده ولی با بد و صد میخواد همقافیه بشه. خب بریم برای قسمت بعدی، دلایل روی آوردن مردم به عرفان. این عنوان به ما نشون میده که در این دوره خیلی از مردم عارف میشن. چرا؟ کلا ایرانی ها چون این ویژگی خاصی دارن، هر وقت سختی ها بهشون رو میاره، دچار خیلی گرفتار مصیبت میشن، خیلی خداشناستر میشن. حالا در دوره قدیم هم اجداد ما هم همینطور بودن، هرچی اوضاع براشون سخت‌تر میشد بیشتر عارفتر میشدن. مثل اینکه دیدیم امتحان داریم، مثلا طرف دیگه نمازشو خیلی به موقع میخونه و دعا میکنه و این اتفاق از قدیم الایام باب بوده. پس حمله ویرانگر مغول بعد هجوم وحشیانه تیمور و حکومت‌های ظالمانه موجب شد که ایرانی‌ها بیشتر به عرفان رو بیارن. بناها و آبادانی‌ها همه از بین رفت، فرهنگ و اخلاق نابود شد، سرخوردگی و ناامیدی دوستداران فرهنگ و اخلاق، همه اینها دلایل رو آوردن بیشتر مردم به عرفانه. ببین سبب شد که به عرفان و تصوف رو بیارن. تصوف و عرفان یک معنی داره. چرا؟ چون اینطوری آرامش پیدا میکنن. پس ببین رو آوردن به عرفان موجب آرامش بیشتر میشه. حالا شعر عارفانه نکات مهمش رو میخوام برات خط بکشم. با تکیه بر عواطف انسانی بچه ها ترویج روحیه تسامح، یعنی مدارا، تساهل، یه ذره آسان گرفتن سختی ها، خدمت به خلق، آزادگی، بی‌ثباتی دنیا، ارزش قصه خوردن نداره این دنیای ناپایدار، انسان نومید روزگار رو داره تسکین و آرامش میده. بسیار قسمت مهمیه. اگر احیانا برخلاف اینها یه چیزی بیاد که با اینها مترادف نباشه کاملا جمله رو اشتباه میکنیم. بریم برای قسمت بعد، علت گسترش زبان فارسی در دوره مغول. خب اینا که این همه ایران رو از بین بردن و کلی دگرگون کردن همه چیز رو، چی شد که حالا به زبان فارسی یه جاهایی اهمیت دادن و موجب گسترش شد؟ ببینید در اواخر دوره مغول، اینو دقت کن، در اواخر نه در اوایل. نکته اینه در اون اوایل که همش خونریزی و غارت و از بین بردن و کشت و کشتار بود، اما در اواخر، در زمانی که حکومت المستعصم بالله، آخرین خلیفه عباسی برچیده میشه، با توجه به پایان یافتن خلافت، نکته اینجاست زبان رسمی و رایج عربی هم از رواج میفته و توجه به زبان فارسی توسط مردم رونق بیشتری پیدا میکنه. دورش مهمه. بعد از بین رفتن حکومت این شخصیت که آخرین خلیفه عباسی بوده، تا اون موقع زبان رسمی و رایج عربی بوده، این از بین میره و زبان فارسی بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اگرچه حالا توی این زبان فارسی که بیشتر مورد توجه قرار میگیره یه سری لغات مغولی هم اضافه میشه، مثلا همین ییلاق، قشلاق، اینها همه کلمات مغولی هستن. چرا سبک این دوره به سبک عراقی نامگذاری شد؟ دلیلش چیه؟ خب بعد از حمله مغول اون کانونهای فرهنگی که ما در خراسان داشتیم اونها همه به عراق عجم منتقل شد. حالا این عراق عجم اولین نشانه های تغییر سبک از این منطقه شروع شد، چون دیگه خراسان کاملا نابود شده بود و از بین رفته بود. شعرا و نویسنده های بزرگ در این دوره غالبا مال همین عراق عجم بودن، مثل اصفهان، همدان، ری، عراق کنونی از این منطقه بودن، بنابراین نامش شد سبک عراقی. وضعیت زبان و ادبیات فارسی در قرن هفتم، هشتم، نهم که همون سبک عراقیه میخوایم از دو دیدگاه بررسی کنیم، یه دیدگاه مثبت، یه دیدگاه منفی. دیدگاه منفیش اینه که یه مقدار زبان و ادبیات رو به سستی رفت. چرا؟ چون خیلی از دانشمندان و ادیبان ما یا کشته شدن در این حملات مغول یا اینکه متواری شدن، از کشور رفتن. اون دربارهای ادب دوست، شاعر پرور و مشوق نویسندگان هنرمندان دیگه وجود نداشت. این دیدگاه منفی. پس دیدگاه منفیش این رو به سستی و نابسامانی نهادنه، به این دلایلی که براتون گفتم. ولی دیدگاه مثبتش چیه؟ دیدگاه مثبتش چون انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران اومد، به خصوص در ناحیه عراق عجم، آثار ارزشمندی هم در این دوره در این مناطق به وجود اومد که باعث تغییر سبک از خراسانی به عراقی شد. بعد قالب‌های جدیدم در شعر و نثر به وجود اومد، به خصوص حالا راجع به غزل صحبت می‌کنیم، پس قالب‌های جدید داریم. شعر این دوره چون دیگه داره میره به سمت درونگرایی، یعنی احساسات خودشون رو دارن بیان می‌کنن، نرم و شیرینه، پر از معانی عمیق انسانی و آسمانیه. پس شعر عارفانه زیاد شد. توی قسمت قبل گفتم که رو به عرفان آوردن. نکته چهارم، به خاطر بی‌توجهی شاعران به پادشاهان و حاکمان، چون دیگه پادشاه و حاکم خوبی نبود که بخوان مدح و ستایشش بکنن، بنابراین قالب قصیده رو به رکود رفت. خیلی نکتهش مهمه، گفته کمرنگ شد، یعنی قصیده کم شد، دچار افول و رکود شد. دلیلش هم اینه که بیشتر از قالب قصیده برای مدح و ستایش پادشاهان و وزرا استفاده می‌کردن. در حکومت مغول کدام پادشاه رو می‌خواستن وصف کنن، کدام وزیر دلنشین مردم بود، بنابراین دیگه شعر مدیح سرایی وجود نداشت. پس قالب قصیده خیلی کمرنگ شد، مگر برای توصیفات ساده. شماره 5، قالب غزل بسیار مهم، به عنوان زبان دل و عشق گسترش پیدا کرد. و شماره 6، قالب مثنوی که پر از عاطفه، اخلاق، عرفان و یک میدان فراخی شد برای بیان هم این نکته ها و هم اون قسمتی که بهتون اشاره کردم در داستان سرایی خیلی ازش بهره بردن، مثل مولوی که حالا بهش اشاره میکنیم. قسمت بعد در قالب مثنوی، بله همینجا رو میخواستم بگم، مولانا در مثنوی و معنوی حماسه ای عرفانی داره. چقدر مهم! مولانا در مثنوی و معنوی نوع اثر حماسه عرفانی، نوع قهرمانش انسان پاک نهاد خداجو که چه کاری انجام میده؟ نبرد با هوای نفس. بچه‌ها کلمه های کلیدی رو لطفاً دقت کنین عزیزان. اثری که مولانا در قالب مثنوی از خودش به یادگار گذاشته و جاودان باقی موند، مثنوی معنوی، نوع اثر حماسه عرفانی، بارها سوال بوده. ویژگی این اثر قهرمانش هست که یک انسان پاک نهاد خداجو به چه کاری میپردازه؟ نبرد با هوای نفسانی، بسیار مهم در این قسمت. ویژگی نثر، شعر رو تمام میکنیم، بیایم سر نثر قرن 7 و 8 و 9 در سبک عراقی که ما اینجا دو جریان رو در نثر دنبال میکنیم، یکی جریان ساده نویسی، یکی جریان پیچیده نویسی، یعنی دو تا کار کاملا متضاد در کنار هم دارن به اوج میرسن. ساده نویسی توی یه آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد، اینو حتما تو ذهنمون تکرار کنیم، اینها نوع نگارششون ساده نویسی. پیچیده نویسی چون بیشتر محتوای تاریخی داشته، عمدتاً محتوای تاریخی داشته و کتاب‌هایی هم که در زمینه پیچیده نویسی مطرح میشه کتاب‌های تاریخیه، مثل تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشا. پس برای پیچیده نویسی دو کتاب تاریخی و برای جریان ساده نویسی طبقات ناصری و مرصادالعباد که کتاب بسیار جالبی هست نوشته شده. معرفی شاعران برتر سبک عراقی در قرن هفتم، چون یه مقدار شاعران این دوره بسیار اهمیت دارن، اومده اینها رو از نظر زمان همشون سبک عراقی هستن، اما از نظر زمان و سده از هم جدا کرده. الان قرن هفتم ما میخوایم بدونیم. اولین نفر مولوی. شما این مطالب رو دارین، من فقط نکته های مهمش رو خط میکشم که البته همش هست ولی قسمت های شاخص رو مشخص میکنم. شاخص ترین شاعر عارف مولانا. اصلا مولانا رو با این نام به خاطر بسپار، خداوندگان عرفان، خداوندگار عرفان مولانا. ولی خداوندگار غزلیات عاشقانه سعدی، خداوندگار غزلیات عاشقانه و عارفانه حافظ. پس الان از مولانا خداوندگار غزلیات عارفانه میخوایم صحبت کنیم. دو محور در اشعارش بسیار محسوسه، اندیشه و احساس. آثار جاودانش یکی مثنوی و معنوی در قالب مثنوی و دیگری دیوان شمس، نام دیگرش دیوان کبیر، نام دیگرش غزلیات شمس. اگرچه هست غزلیات شمس اما سروده مولاناست درباره شمس تبریزی و نکات عارفانه دیگه. خب چه چیزهایی رو توی این دو بیان کرده؟ معارف بشری، مسائل عرفانی. اینها آثار شعریشن. ولی آثار منصور هم داره. با رنگ دیگه براتون مشخص کنم، آثار منصور مولانا، فیه مافی، مجالس سبعه که خیلی مهمه. این دوتا رو مولانا میگفته، شاگردان مینوشتن، بعداً کم کم به نام استاد منتشر شد. یعنی به نگارش و کتابت خود مولانا نیست، حواستون رو جمع کنید. ولی کتاب مکاتیب که مجموعه نامه‌های مولاناست به قلم خود اون نوشته شده. حالا اگر سوال بدن در کدام اثر منصور مولانا به خوبی میشه بر نوع نوشتار اون آگاهی پیدا کرد، کتاب مکاتیبه، چون واقعا خودش نوشته. ولی فیه مافیه و مجالس سبعه رو نه، موقع تدریس میگفته، شاگردان مینوشتن، بعد دیگه کم کم این نوشتار به نام مولانا به دست ما رسید. سراغ شخصیت والا، خداوندگار غزلیات عاشقانه و در ادبیات تعلیمی سرآمد با کتاب بوستان و گلستان، سعدی بزرگ، فرمانروای ملک سخن رو به خاطر بسپارین. این لقب فرمانروای ملک سخن فقط لقب سعدی در تاریخ ادبیات هست. حالا شخصیت جالبی بوده، بعداً خودتون بیشتر کنکاش کنین. اگرچه خیلی از داستان زندگی سعدی مطلب نوشته نشده یا جمع‌آوری نشده، ولی همونی که هست رو حالا مطالعه کنین. نکته جالبش همیشه برای من این بوده که در دوره‌ای که مغول‌ها حمله میکنن و ایران در اوج نابودی خودش قرار گرفته، همه شاعران یا نویسنده ها یه گوشه پنهان شدن چون میترسن از کشته شدن یا اینکه حالا نمیتونستن متواری بشن و جای دیگه برن، یه گوشه عزلت گرفتن، دارن برای خودشون شعر میگن. سعدی بار سفر بسته، در این اوضاع آشفته 35 سال در سفر بوده. خیلی نکته جالبیه. حالا این شاید به خونسردی یک شخص بستگی داره، نمیدونم، شخص سعدی رو واقعا از نزدیک ندیدیم که باهاش آشنا بشیم، اما اینکه در یک اوج دوران جنگ و جدال و خونریزی افاقنه در ایران یک کسی بار سفر ببنده و 35 سال سفر بره، خیلی نکته جالبیه. به هر حال شاید اگر این کار رو نمی کرد ما به بوستان و گلستانی دست پیدا نمی کردیم، چون رهاورد این سفر 35 ساله شد این دو اثر. در سال 655 بوستان، 656 گلستان رو نوشت که هر دوی این کتاب ها رهاورد سفرش هستند. خب حالا باید به هر حال تحقیق کرد ببینیم که از نظر شخصیتی چه جور شخصیتی بوده. میگم کم تاریخ ادبیات راجع به سعدی گفته. این 35 سال سفرش رو به خاطر میسپاریم. چقدر خرمنی از تجربه برای خودش و ما به وجود آورد. گلستان، نثر مسجع، این رو حفظ کنین. نثر مسجع آمیخته به نظم. پس گلستان نثر مسجع آمیخته به نظم، ولی جزء کدوم آثار بالاخره محسوب میشه؟ این تو تستا گاهی بچه ها رو گمراه میکنه. عزیزان، گلستان جزء آثار منثوره. گلستان جزء آثار منثوره، اما شعر هم درونش وجود داره و بوستان در قالب مثنوی. پس بوستان منظوم، گلستان منثور، ولی نثر مسجع. خب دو اثر ارزشمند اخلاق و حکمت رو به ما میآموزه. سعدی نه تنها تو ادبیات تعلیمی سرآمد و بی‌نظیره، بلکه در غزل‌های عاشقانه هم سرآمده. بله، براتون گفتم زیباترین غزل‌های عاشقانه از سعدی که اصلا لقب خداوندگار غزلیات عاشقانه رو دادن. تو بیشتر قالب‌های دیگه هم طبع آزمایی کرده و شاهکارهای ماندگاری از خودش به جا گذاشته. بریم برای قسمت بعدی. فخرالدین عراقی یکی از شاعران عارف، غزل‌های عرفانی داره، مثنوی عشاق نامه رو داره. توی این مثنوی هر فصلش یکی از مباحث عرفانی رو گفته، ولی همراه با تمثیل و حکایت اون رو تموم کرده. یه کتاب دیگه ای داره به نام لمعات، خیلی مهمه، در قالب نثر و نظمه. پس بچه ها آثار فخرالدین عراقی، مثنوی عشاق نامه که توش مباحث عارفانه داره همراه با تمثیل و حکایت تموم میکنه. لمعات در قالب نثر و نظم در مورد سیر و سلوک عارفانه است. این هم از آثار فخرالدین عراقی. معرفی نویسندگان برتر سبک عراقی در قرن هفتم. نجم‌الدین رازی رو داریم، معروف به نجم دایه. از منشیان، منشی نویسنده، از منشیان و نویسندگان توانا و وارسته این دوره بوده. کتاب بسیار زیباش مرصادالعباد، من المبدأ الی المعاد، ولی شما فقط مرصادالعباد رو به خاطر بسپارین کافیه. خیلی کتاب قشنگی در بیان سلوک دین، تربیت نفس انسانی، بسیار زیبا نوشته. نثر کتاب گاهی ساده، گاهی دارای سجع و موازنه است. موازنه رو که میدونین، یه نوع آرایه است که وقتی میایم جملات یا بیت‌ها رو مقابل هم قرار میدیم، متوجه میشین که کلمات دو به دو چقدر با هم سجع قشنگی دارن و اگر این سجع‌ها بینشون سجع متوازن باشه موازن است. اگر نه اصلا متوازن نباشه و فقط متوازی پیدا کنی ترسیه، ولی اینجا بیشتر موازنه داریم. علاوه بر این، نویسنده توی این کتاب از احادیث، آیات و اشعاری از خود و شاعران دیگه توجه کنید. چه شعراش بعضیا مال خودش یا شاعران دیگر رو نقل میکنه. خلاصه یه اثری شیوا، آراسته، دلانگیز که بین متون عارفانه خیلی مرتبت بالایی داره. مرصادالعباد اثر ماندگار نجم‌الدین رازی. برای کسانی که علاقه‌مند به مباحث عارفانه هستن، کتاب بسیار زیبا و دلانگیزیه. شخصیت بعدی عطاملک جوینی. خب جزء نثر نویسان بوده، از افراد با نفوذ بودن. خاندانش در زمان حکومت مغول‌ها خیلی در دربار راه پیدا کردن و اتفاقا چه بهتر، خدمات زیادی اینها به ایران انجام دادن به عنوان ایرانی. این هم در نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت، سفرهای زیاد داشت، اطلاعات زیادی درباره تاریخ مغولان گردآوری کرد که باعث شد کتاب تاریخ جهانگشا رو بنویسه. این کتاب در شرح ظهور چنگیز هست و این که میگم و چون انقدر سوال کنکور بوده، تمام این قسمتاشو آوردن، یه جاشو عوض کردن که به موضوع نمیخورده، جز قسمت اشتباهش میشده. پس شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباه، که این حسن صباه و فتح قلعه های اسماعیلیه که برمیگرده به اون شیعیان هفت امامی و فرقه اسماعیلیه که ناصر خسرو جز اون فرقه شده بود و یه سری مسائل به بار آورد. نکته مهم، نثر کتاب مصنوع و دشوار. هرچی مرصادالعباد نجم‌الدین رازی نثر ساده داره، ولی تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی نثر دشوار، یادتونه گفتیم دو جریان داشتیم در نثر نویسی، یکی ساده نویسی، یکی پیچیده نویسی. تاریخ جهانگشا مال پیچیده نویسیه، مرصادالعباد مال قسمت ساده نویسی. خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی، بله، از چهره‌های علمی سیاسی در عصر ایلخانان و وزیر مقتدر قازانخان و اولجایتو، در دو دستگاه، هم در زمان قازانخان هم در زمان اولجایتو وزارت داشته. خیلی خوب از مسائل اون دوره آگاه بوده. مهمترین کتابش جامعه و تواریخه، نثر عالمانه و پخته‌ای داره و جزء کسانی بوده که اقدامات خیلی خوبی انجام داده از نظر فرهنگی، مثل تأسیس امارت ربع رشیدی در تبریز که اصلا ابتدای تقویم نگاری هم در اینجا شروع شد برای ایرانی ها. شمس قیس رازی رو داریم از نویسندگان زبردست و ماهر این دوره، کتاب معروفش المعجم، فی معایر اشعارالعجم، یعنی یه چیزهای شاخص در مورد اشعار فارسی، ولی شما فقط با المعجم کتاب رو حفظ کنین کافیه. المعجم شمس قیس. همیشه کتاب رو، نام رو، بلافاصله نام نویسنده رو بیار. ببین، مرصادالعباد نجم رازی، المعجم شمس قیس، همیشه اینجوری یاد بگیر نام کتاب رو. خب خیلی جالبه، نخستین و مهمترین آثاره هست از علم عروض، قافیه و بدیع و نقد شعر. من اینا رو برات لطفاً شماره بزنم و شما هم اینا رو حتما تو کتاب خودتون با شماره، یکی علم عروض و قافیه، البته عروض و قافیه رو با هم حساب میکنن، اینو یک بزنم، علم بدیع چون آرایه ها هست دو بزنم و نقد شعر رو سه بزنم. پس این سه موضوع در این کتاب برای اولین بار خیلی عالمانه با نثر ساده بررسی میشه. قبلا براتون گفتم که ما قانونمند نبود اشعارمون در ابتدا، از عرب ها قانون شعر رو یاد گرفتیم، ولی وقتی یاد گرفتیم بهترینش رو انجام دادیم و این کتاب هم نمونه ای از قوانین شعر به نحو بسیار عالیه. ویژگی شعر و نثر در قرن هشتم، خب در این دوره میگه که چون ایلخانان مغول خیلی بی‌تعصب بودن، براشون دین و دینداری و انواع دین فرقی نمی‌کرد. خیلی جالبه، فرصت شد که عقیده ها و مذاهب مختلف رواج پیدا کنه، ولی دلیلش رو براتون گفتم. خب اون موقع دیگه مثل الان نبود که اینقدر سخت بگیرن که هر کس چه مذهبی داره، میگفتن همه آزادن، هر کی هر مذهبی داره بیاد برای خودش رواج بده. پس ما اینجا با گسترش عقاید مذهبی مختلف الان روبرو هستیم. دیگه قلمرو و رشد فرهنگ فارسی یه مقدار وسعتش بیشتر میشه، به خصوص در شبه قاره هند، آسیای صغیر، و مردمان اونجا اصلا به زبان فارسی حرف میزدن. بعد نکته دیگه، مرکزیت ایران که به همون عراق عجم رسید، در کنار شهر شیراز مرکز ادبی به شما رفت. و نکته 4، با از بین رفتن دربارهای ادب دوست و ایرانی تبار، نکته که قبلا هم گفتیم، قالب قصیده کمرنگ شد و زبان شعر به جز تعداد محدودی از شاعران، به خصوص خواجوی کرمانی و حافظ، رو به سستی رفت. دقت کنین، زبان شعر به جز این دو شخصیت و یه تعداد محدود دیگه در بقیه رو به سستی رفت. اصلا شاعران دیگه دل و دماغی برای شعر گفتن نداشتن، یا سعی میکردن همش از شاعران قبلی بیان تقلید کنن. شاید اگر خواجو و حافظ نبود واقعا اتفاق شایانی در این دوره به وجود نمی اومد. خب مرهونشون هستیم، پس از این شاعران بزرگ یاد کنیم، یکی خواجوی کرمانی، نکته های مهمش از غزل پردازان برجسته این دوره. چقدر مهمه غزلهاش روی حافظ، چقدر تاثیرگذار بوده، خیلی جالبه. در مورد حافظ اگر دیوان حافظ رو ببینیم که چقدر دواوین مختلف نوشته شده، معمولاً 500 بیت هست، 500 غزل هست برای حافظ، ولی از این 500 غزل میتونم به جرئت بگم که تعداد کمتری واقعا مال حافظه و یه تعدادیش از خاجوی کرمانی هست، اما چون واقعا قابل اثبات نیست، چون انقدر نوع بیانشون به هم نزدیکه و حافظ خیلی نوع بیان خواجوی کرمانی رو داره، دیگه نتونستن مشخص کنن که آیا واقعا این غزل از خواجو بوده یا از حافظ. این هم جزء مباحث پیچیده‌ای هستش از این نظر که بدونین چرا این همه تفسیر بر اشعار حافظ نوشتن. حافظ که یک نفر بوده با یه تعدادی غزل، چرا این همه تفسیر با تعداد نامشخصی از غزل‌ها؟ این دلیلی هست که براتون گفتم. خب خواجو چند مثنوی به پیروی از پنجگنج نظامی داره که نشان دهنده استادیش در شاعریه. شعرش در مجموع بسیار کمال یافته و پخته است. پس سه نکته مهم از خواجوی کرمانی داشتیم. ابن یمین فریومدی البته شاعر عصر سربداران بوده، مردی دهقان پیشه، دهاقین یا دهقانان از همون زمان فردوسی از قبل زمیندارانی بودند که از نظر وضع مالی وضع خوبی داشتن، دیگران براشون کار میکردن و اینها زندگی رو میگذراندن. پس این دهقان پیشگی از همون دهاقین زمیندار و اشخاص شاخص اون دوره میاد. قدرت شاعری در قطعات اخلاقیشه. عزیزان اینجا دیگه واقعا قطعه رو داره میگه، قالب قطعه. فکر نکنین انواع شعر، چون گفتم توی شعر فارسی مثلا میگم چند قطعه شعر بخون، این به عنوان یک ممیز به کار رفته، ولی اینجا ابن یمین رو به عنوان قطعه سرا میشناسیم. قطعه قالبی بود که براتون کشیدم، قافیه ها فقط در مصرع اول و فقط در مصرعهای زوج میاد، مصرع اول نداره، فقط در مصرعهای زوج، انگار که سر قصیده یا غزل رو زده باشن. نکته مهم در مورد شعرهای ابن یمین از نظر مضمون، قناعت پیشگی، بی‌اعتباری دنیا خیلی تاکید شده. اگر شعری با این مضامین دیدین میشه تشخیص داد که از ابن یمین میتونه باشه. مرد آزاده در میان گروه، گرچه خوشخو و عاقل و داناست، محترم آنگهی تواند بود که از ایشان به مالش استغناست. وان که محتاج خلق شد خوار است، گرچه در علم بوعلی سیناست. میگه مهم نیست که چقدر دارایی داری یا حتی علم و دانش چقدر شده، مهم اینه که تو همیشه قانع باشی، افتاده و متواضع باشی. وزنش به نظر موقع خوندن یه مقدار سنگین بود. مرد آزاده در میان گروه، ولی وقتی وزین بخونیم وزن راحت به دست میاد. برای وزین خوندن رمز و رازش یک شمارده خوندن، دو هجاهای کشیده رو دو قسمت کردن. مرد آزاده در میان گروه، فاعلاتون مفاعلون فعلون، همون وزن مهمی که گفتم اصلش چی بوده؟ فعلاتون مفاعلون فعلون. این رو حتما به خاطر بسپاریم. حافظ لسان الغیب، حافظ شیرازی که دیوانش در خانه همه شما هست، از قدیم در همه خانه ها در کنار قرآن دیوان حافظی بر سر تاقچه ها نمایان بوده، چون مردم عادت داشتند که در اوج غم ها و اوج شادی ها از حافظ تفعول بگیرن و خوششون می اومد که اشعار این شاعر بزرگ مناسب دلشون باشه. خب حال دل رو بازگو میکنه. حالا شاید به خاطر این حافظ قرآن بودنشه که انگار از دنیای ماورایی هم باخبر بوده و این لحن خاص و دلنشینی که روی همه آدمها در هر سنی، در هر معلوماتی و هر شرایطی بسیار تاثیرگذاره. حافظ شاعر بزرگ قرن هشتم، سرآمد شاعران، نکته بسیار مهم تلفیق و آمیختن عشق و عرفان و غزل فارسی رو به کمال رساند. دیگه غزل با حافظ کامل شد. هستند کسان زیادی که بعد از حافظ غزل‌های بسیار زیبایی سرودند و همچنان هم می‌سرایند، اما کامل فقط توسط حافظ تمام شد، تکامل غزل صورت گرفت. الان دیگه موضوعات مختلف در غزل داریم و با زیبایی‌های خاص خودشون، ولی واقعا تکامل رو حافظ در غزل ایجاد کرد. بعد جالبه لحن حافظ گزنده، طنزآمیز، سرشار از خیرخواهی، اصلاح طلبی. لطفا این چهار ویژگی رو به خاطر بسپاریم، چون تا میگیم گزنده فکر می‌کنین یعنی چی؟ نیشدار؟ نه، نیشدار نه، ولی یه جاهایی که میخواد یه چیزی رو نفی کنه همچنین با نیش و کنایه اون زشتی رو از بین میبره و این اتفاقا خوشایند همه ما هست. پس طنزآمیز هم هست، گاهی با طنز هم میآمیزه و به خاطر خیرخواهی و اصلاح طلبیش هست که مورد تفعول ایرانیان قرار میگیره. در غزل چه کار مهمی انجام داد غیر از آمیختن عشق و عرفان؟ فرهنگ گذشته ایران با همه کمالات ایرانی رو با اسلامی یکی کرد. پس نشان دهنده فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی اسلامی هست. شعرش به قول خودش گفته همه بیت الغزل معرفت است. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. گفته خودش رو آورده. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش، فعلاتون 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 فعلان. سلمان ساوجی از دیگر شاعران این دوره در قرن هشتم در غزل خیلی به سعدی و مولوی نظر داشته، قصایدی در سبک عراقی داره، یه مثنوی به نام جمشید و خورشید که به شیوه داستانهای نظامیه. در همین حد از سلمان ساوجی گفت. حالا بیشتر هم نمیگم که ذهنتون مغشوش باشه، ولی همینایی که هست چون چکیده است همینا رو خوب به خاطر بسپارین تا براتون کارآمد باشه. و طناز بزرگ قرن هشتم عبید زاکانی، بی‌نظیر بوده این شخصیت، بی‌نظیر. بعدها که فرصت کردین حتما منظومه موش و گربش رو بخونین که چقدر جالبه و انگار شرح حال دوران این زمان ما هم هست که در بیان چه شخصیت هایی اینها رو سروده. خیلی بی‌نظیره. شاعر خوش‌ذوق، آگاه، نکته‌یاب، انتقادهای ظریف اجتماعیش بی‌نظیره. شاعری که ناملایمات اوضاع آشفته روزگار رو ازش رو بر نمیگردونه، همه رو در عین تزویر و ریاکاری حاکمان تو آثارش به تصویر میکشه. خیلی آدم نترسی بوده. عبید زاکانی یک منظومه تمثیلی داره که تماما شعر و سرشار از تمثیل و ضرب المثل به نام موش و گربه که ناهنجاری‌های اجتماعی رو به شیوه طنز و تمثیل بیان میکنه. عزیزان، موش و گربه، نکته مهم، رنگ رو عوض میکنم، منظومه تمثیلیه. در چه موردیه؟ در مورد انتقادهای ظریف اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماع رو بیان میکنه. خب حالا این شوخ طبع آگاه و طناز ما نه تنها توی شعر قدرتمند بوده، در نثر هم فوق‌العاده است. آثار ماندگاری مثل رساله دلگشا، اخلاق الاشراف و صدپند جزء آثار منصور طنزشه. اینها هم طنزن. یادتون باشه این ستا به نثرن، ولی موش و گربه منظومه تمثیلی بسیار بسیار با ارزشی از عبید زاکانی که این عبید زاکانی بعدها چقدر از طنازان، طنز پردازا ازش تبعیت کردن و اونها هم شعر طنز گفتن. نویسندگان قرن هشتم عبدالله مصطفی رو داریم، تاریخ نویس مشهور ایرانی قرن هشتم هست. تاریخ گزیده رو ازش داریم که تاریخ پیامبران و خلفای چهارگانه و خلفای بنی عباس تا این سال، حتما 730 رو به خاطر بسپارین. کتاب بعدی ببینیم شخصیت بعدی. حالا ویژگی‌های شعر و نثر در قرن نهم، پس دیگه فقط به اون شخص اشاره شده بود. انقدر که توی نظام قدیم اشخاص زیاد بودن، هنوز موقع گفتن فکر می‌کنم کلی از اشخاص باقی موندن. ویژگی شعر و نثر در قرن نهم رو بررسی کنیم که دیگه داریم میرسیم به اواخر سبک عراقی. میگه بعد از اون غارت‌ها و ویرانگری‌های مغولان یا تیمور گورکانی به ایران که حمله می‌کنه، کلاً دستشون درد نکنه، فرهنگ، ادبیات، اجتماع همه یه سر نابود میشه، همه از بین میره. تیموریان تقریبا از نیمه دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم به اون ویرانگری خودشون ادامه میدن و حکومت میکنن. بعد اونها هم بعد از مدتی اواخر تیموریان اتفاق جالبی میفته دیگه، میبینن نه بیشتر از این نمیشه خونریزی بکنن و اذیت و آزار بکنن، بالاخره میخوان حاکمیت بکنن به این مملکت. پس بنابراین تصمیم میگیرن که یه مقدار از فرهنگ ایرانی رو قبول کنن و متمدن بشن. پس اواخر کار تیموریان رو میارن به فرهنگای ایرانی و متمدن شدن. اتفاق خوبی میفته، مثلا از فرزندان تیمور 2 تا از شخصیت‌ها روی کار میان که توی اجازه بدید من اول نکته 6 رو بهتون بگم. یکی بایسونقر میرزا که همون فرزند تیموره و یکی هم پسرش شاهرخ نوه تیمور. این پدر و پسر چون خودشون هنرمند و هنردوست بودن خیلی کارهای بزرگی برای ایران انجام میدن.